اولین سالیه که آقای شادمهر عقیلی در کنار خودمون داریم، بله خیلی هم خوشحالیم که امسال رو با ما در تپش هستن. سال نوتون مبارک. عید شما مبارک. امسال سال خوب بوده؟ یعنی سالی که گذشت سال خوب بوده براتون؟ سال خیلی خوبی بوده. خب خدا باز شما خوب باشه. قربانتون برم. انشالله. یه چیزی که وجود داره اینه که طرفدارای جناب علی، من تلفن‌های مختلف می‌گیرم. همیشه سوال از اینه که با شادمه چرا مصاحبه انجام نمی‌دی؟ یا چرا شادمه در آنکات نیستش؟ این اولین باریه که ما دوتا در مقابل دوربین با هم می‌شینیم. هیچ‌وقت حالا با هم یه جلو دوربین نشستیم. بله. خب ما ویدام که نشستیم، ولی ما با هم دیگه دوستیمون، چندین سال با هم دیگه هم همکاری داشتیم، کنسرتی هم با هم دیگه جای مختلف بودیم، تو مهمونی ها همین عربا، ولی هیچ با هم دیگه گفتگو نداشتیم. آقا شما از دوربین فراری هستید؟ والا انقدر که شما رو از اتاق سیاره ترسوندن، ما رو ترسوندن از شما که گفتن که اگه بری اینجا، ولی اون جمله تو ها، اونو تو ساختی، اونو تو ساختی. یعنی راستی بگم، این بیانه یه سری دوستان میگن که اون اتاق سیاهه، تا میگن اتاق سیاهه، میگم اینو شادمه بهتون گفته، این اتاق سیاهه آنکات جمله یه که شادمه درست کرده. خب واقعا حالا از دوربین فراریم یا نه؟ من زیاد از مصاحبه نیستم و چرا؟ نمیدونم، راحت نیستم. آخه یه هنرمند رو میبینی که مردم دوستش دارن، دوست دارن که به جز اینکه موزیک ویدیوشو میبینن، به جز اینکه روی صحنه میان، دوست دارن که جلوی دوربینم ببینن سوالاتشون رو از اون هنرمند داشته باشن. شاید من از بابت خوانندگی زیاد راضی نیستم و زیاد دوست ندارم این کارو، شاید به خاطر اونه. ولی من خوانندگی دوست ندارم، اصلا دوست ندارم، و شاید به خاطر اون بیشتر زیاد اهل مصاحبه باشم. بیشتر سازندگی رو من کلا نوازنده ام. اوکی. ساز میزنم. ساز. این کار که خیلی دوست دارم. کدوم ساز بیشتر دوست داری؟ تو سازهای مختلف میزنی. کدوم رو بیشتر دوست داری؟ حالا هیچ کدوم خوب نمیزنم، فقط در حد حالا جدی. جدی. خوب میزنی. چون حالا میخوام در حد خوبانه اگه بخوای حساب بکنی، من گیتار رو از همه بهتر میزنم. آها. ولی سازهای دیگر در کنارش، ولی با ویالون خیلی جست و تیپت خیلی با ویالون اداشو خوب بلدم در خوبه، نه جست و تیپت هم باش خوبه، قشنگه، نه خوبم میزنی، سازم خوب میزنی. ولی ما دیدیم خوبم میخونیم، پس چطور میشه که کارتون دوست نداریم ولی خوب میخونیم؟ کاری که هر کسی خودش میسازه معمولا خودش بهترین خواننده‌شه. حالا ممکنه معروف نباشه، ولی بتونه اون کارو خودش بسازه، خودش بخونه، اون به نظر من بهترین خواننده‌اش خود همون آهنگسازه. برای همین هم میخونی؟ البته مشوق باشه خراب نشه. شاید یه سری از کارها خیلی سخت باشه خوندنش، به خاطر همین ترجیح میدم خودم بخونم که کارتون نشون داده بشه، که اون احساسی که دوست دارم بیان بشه. اصولا آدم خیلی احساساتی هستین یا نه؟ یه مقداری بعده، زیاد نه، ولی خب مثلا اگه یک فیلم گریه دار ببینین گریه میکنی؟ فیلم ترسناک ببینم گریه میکنی؟ گریه میکنی؟ شب چطوری بخوابم؟ نه گریه میکنی که شب چطوری بخوابم. حالا 7 سال از کشور دور هستی،
یه جورایی بهش یه تزدیه بخشش تا آدم جا بیفته به فضای آوارگیه دیگه. این فضای آوارگی و این مسائل جا افتادی الان دیگه خیلی راحت هستش. من خوشبختانه دوستایی که در کانادا داشتم خیلی کمک کردن و اون احساس آوارگی رو اونقدر نداشتم. دلم تنگ شده بود دو سال اول ولی هیچ وقت احساس آوارگی نداشتم، چون زمان که از ایران اومدم تصمیم گرفته بودم که بکنم، کامل بکنم. و سخت بود؟ نه سخت بود، بله یک سال اول سخت بود. چرا این تصمیم گرفتی؟ احساس میکردم مال اونجا نیستم، احساس میکردم میشکی نمیتونه اون، نمیتونستم کار کنم، نمیتونستم موزیک کار کنم، نمیتونستم برم استودیو ساز بزنم. در اون زمان شاید الان راحت‌تر شده باشه، شاید آسان‌تر شده باشه، ولی خب چون عادت کردم اینجا دیگه یه خود سخت‌تره بخوای دوباره برگردی تو اون سیستم تکنولوژی اینجا و کار موزیک. حالا شما خودت الان تو کاری که میکنی میبینی که دستت اینجا چقدر بازتره و تو ایران نمیتونی کار کنی درست، از هر لحاظی که بخوای حساب کنی تکنولوژیشون قد نیستش یا اصلا نمیره به اون کشورها. شاید جون تو میونه این بچه ها خواننده های جدید زیاد اومدن، خودت هم بالاخره یه جزوی کسانی هست که در اونجا متولد شدی، موزیک تو منظورمه، هممون اونجا ایران به دنیا اومدیم ولی در اونجا موزیکت متولد شد بعد وارد بعد اومدی اینجا. ولی یه همچین شخصی امروز داخل کشور بچه های زیادی اومدن، نوع موسیقی اومده که زمان تو نبودش، فکر چی در باره اونها فکر کنی؟ خوبن؟ درست دارن میرن جلو یا دارن کارو بدتر خراب تر میکنن؟ نه خیلی خوبن، خوبن. نظر من فکر میکنم که چون تونستن یک مقدار موزیک بشنون، تونستن اونقدر بیان جلو، یعنی زمانی که شما گوش میکنی میتونی یک کاری رو بر اساس اون چیزی که گوش کردی درست کنی دیگه. خب بس طبیعتا انقدر موزیک رفته تو ایران که اونا شنیدن اون تنظیم ها نزدیک به اون تنظیم هایی که شده. خیلی از تنظیم ها خوبه تو ایران، اصلا خیلی بهتر، ممکنه اون تمیزی رو نداشته باشه، یه خود کثیف باشه کارا، ولی اون نشون میده که بچه اونجا انقدر موزیک گوش کنن، انقدر با استعداد دارن که بلا فاصله تا یه چیزی گوش میدن خیلی خوب میتونن شبیهش رو درست کنن. دیدی قصه یک برهم اعداد زخم دیرینه اعداد چشم بیداری که خواب خوش نمیبینه دیدی قصه یک گریه کشور هستن؟ هیچ کس پیش ها دیدیشون توی این هفت ساله؟ بله من دوبه رفتم چند بار مادرم بودم. خواهر برادر؟ خواهر برادرم نهیده من برادرم آخرین بار دیدم. بله دیدیشون. چند تا خواهر برادر؟ یه برادر دارم مونده نصفش آنکاته نصفش مصار نوروزیه نصفش آنکاته یعنی آنکاته کامل نیستش فقط یه خود فضای نوروزی هستش. سفره هفت سین و این مسائل باش رابطه داری؟ عجین هستی؟ کم و بیش بر مثلا واقعی هست تو خونه مثلا صبح هفتی میدوزی؟ نه چرا نه؟ نمیدونم چرا نه؟ یه فکر نکردی فکر نکردی بجورش ازدواج کردی هیچ وقت؟ بر ازدواج کردی یعنی الان؟ بر آه اوکی من نمیتونستم ماشاءالله خیلی جوونن ایشون خوب بوده ماشاءالله نه ماشاءالله به تخته بزنیم خیلی نه خب جوون که هسته شانه ولی خب ما ماشاءالله یه مسئله وجود داره من اینو دوست دارم درباره شانه اونم اینه که یک کاراکتر خاصی داره یک کاراکتر ویژه‌ای داره این کاراکتر ویژه یک کاراکتر
میگن آسته میاد آسته میره. این کاراکتر من همیشه در شادمت دیدم. خب برای چه تو مهمونی چه توی اون در اون شب مهمانی ما هم خیلی آروم، من دو سه بار یه دستی به هم دیگه تکون دادیم، یک چشمکی به هم دیگه زدیم و بعد دیگه ندیدمش. بعد فرداش به زنگ زدم گفتم آقا ناپدید شدی یه دفعه، و خیلی آرام، خیلی آرامه. دیدید کاراش هم خیلی آرام میکنه، زیاد اهل هیاهو نیستش. در صورتی که وقتی کی نشناسیش احساس می‌کنی آدم پر هیاهوییه، ولی اهل هیاهو نیست. درسته من زیاد دوست ندارم. خجالتی هم هست؟ خیلی خیلی خجالتی هست. متولد چه ماهی؟ بهمن. بهمن جنوری. اوکی، اون وقت اهل شوخی هستی؟ آدم شوخ‌طبعی هستی یا نه؟ آره هستی. شدم گوشه ی هر آب، شدم مثل یه بار، خفه شدم از که مدام هی به تو گفتم چی میخوام. آدم بازم خودم، بازم میخوامه، بازم میخوامه، بازم میخوامه، بازم میخوامه. شدم مثل دروغ، مثل دروغ، شایعه شایعه تو شهر شلوغ، بچه شدم پیش چشاد مددار میمیره برام. بازم میخوامه، بازم میخوامه. نه آدم خجالتی. خب نه آدم خیلی خجالتی. آدمایی که خجالتی با کسی هم که دوسته. خب ماها با هم دیگه هر وقت میبینم یه رو اگر دوست نباشه، شما همیشه شادمهر رو در یک گوشه از اتاق میبینید، در میون جمع نمیبینیش، در یک گوشه اتاق میبینید. علیرضا مثل شماست، بسیار خجالتی، میدونه خودش دیده. ولی ما همیشه با هم دیگه وای میسیم، شروع با هم دیگه شروع کردن صحبت کردن حرف زدن و با هم دیگه خیلی راحت هستیم. ولی آره منم آدم خجالتی هستم کلا، ولی من جلو دوربین چیزا شاید میکروفون اگه قرار بشه بخونم اون موقع من خجالت رو استیج ما شما رو دیدیم، جلو دوربینم دیدیم، تو مهمونی هم دیدیم. حالا ممکنه یه جایی غریبه باشه، یکم کوایت باشه، ولی خجالتی نیست. نه نه مثل شاد نه شاد من آدم خجالتی کارتون اینه به هر حال خجالت نکشید. شاد آهنگای مختلف درست کردی، با خواننده مختلف کار کردی، کدوم از همشون راحت تر بوده؟ اصولا به خواننده ها میگم مثل من رو نزنید به عنوان آهنگساز، بخاطر اینکه چون خودم میخونم با خیلی کار کردم، ولی اصولا میگم مثل من رو به عنوان آهنگساز نزنید، بزنید به اسم دیگه بزنید. ولی راحت ترینش خانم مرسی بود شاید، که خیلی خیلی راحت خوند، راحت اومد بدون هیچ درد سر خوند خوندونم. سوری یه سوال دیگه هم پیش میاد واسه مردم، این هستش که ما درباره آلبوم و اینا نمیخوام صحبت کنیم، ولی اینو همین طور یک بند از من سوال میشه درباره تو تک تک آهنگ داری میدی بیرون، ولی همه منتظرم ببینم آقا مجموعه از شادمه به خلاف بازار میاد امسال یا نمیاد. بله بله میاد. چند آهنگ؟ چون 17-18 تا آخرین باری که با هم صحبت میگیدیم آهنگ آماده داشتیم. من اصلا مثلا میشنم 50-60 آهنگ درست میکنم، ولی از این 50-60 ممکنه یکیش مثلا اون کلیپ رو بزنه توی به قول من در اون آدم که اون چیزی که میخوای فکر میکنی اونه. مثلا امسال چند آهنگ دادی؟ امسال شاید همون بهترین آهنگ من همون تغذیه بود، کار کرده بودم، من آهنگ هم بود که خودم تو این همه آهنگ درست کردم، خوش آمده بود. ولی الان 8 آهنگ آماده کردم یه آلبوم. 8 آهنگ از همون دوست خودتون آقای که دوستم رو مفتاده باش آشنا شدیم، آقای سنچوری، آقای مایک فرد. خب پس ما منتظر آلبوم جدیدتون هستیم. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست، تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست، با این که بی تاب منی بازم منو خط میزنی، باید تو رو پیدا کنم تو
تو با خودت هم دشمنی. به کسی دوست دارید سال تبریک بگی؟ شخصی خاص، آدم خاصی هست تو زندگی که بخواد بهش شخصا بگی میخوام به این شخص سال تبریک بگم؟ من مادرم خیلی سنی زیاده و امیدوارم که همیشه حداقل تا موقعی که من بتونم احساس راحتی بکنم در زندگی و همه چیزم از محصول از شاید میگن از انرژی خوبه، نمیگم از دعاش، از انرژی خوب مادرم دارم و سال نو رو بهش تبریک میگم. انشالله که تا اونجایی که حداقل من احساس بکنم دوست داشته باشم و دلم میخواد همیشه سلامت باشه و همیشه سایش بالا سر خودم باشه و این احساسه که احساس میکنم که وقتی زنده است به من انرژی میده و میگوارم که همیشه سلامت باشه. خدا حفظش کنم و هم بهش تبریک میگم. خوشحالم که با ما بودی این روز. خیلی ممنون. سال نو به تو و خانواده تبریک. اینم برای دوستان ریشاد مرعقیدی این واسه صحبت کنید. یه مینچه آنکاتی بود دیگه، مینچه کامل شد. یه مصاحبه خوب با شادر عزیز حتما خواهیم داشت. مرسی از این گریه. چه میدونی ندردمی ندرمونی، به چه امید میخوای باشی پیش دردان بمونی؟ زندگی موسیقی